خب بریم سلام کوچولو رو هم ببینیم، حیفه نبینیم. بفرمایید. بریم بریم. جانم امروز قصه نداریم؟ قصه که والا داریم، ولی الان دوست داریم براتون بگم؟ بله. شما دوست داریم؟ بله. من از این میپرسم شما جواب میدیم؟ یکی بود و یکی نبود، زیر گنبد کبود. بفرمایید بقیهش هم تعریف کنید. یکی بود یکی نبود. اجازه، یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود جز خدا هیچ کس نبود. جنگلی بود قشنگ با گلهای رنگ و برنگ، حیوانای جور و بجور، همشون زبر و زرنگ. هر کسی تو جنگل خوب و قشنگ قصه ها مشغول یه کاری بود. علاقه تو بیشه ها بار می بود. اسب مال گاری بود. مرغ خود خدا می کرد و تخم می زاد. سحر صدا می کرد. مردم از خواب ناز بیدار شد. موشه هر چیز رو می دید می جدید. آقا موشه رو می گم هر چی که می دید با این دوتا دنده می جدید. خب اسم کشور ما علی گفتی چیه؟ ایران. آفرین. خب به من بگید ببینم ایران چی داره؟ خانم ما بگی پرچم کوه داره، پرچم همه چی خانم داره، مغازه داره، همه چی داره، مغازه داره، پاتو داره، چرخه داره. سب کنید، پرچم ایران تا حالا دیدی؟ بله. چند تا رنگ داره؟ سه تا. سرود ایران رو بلدیم بخونید؟ بله. پس باید بگی ما گلهای خندانی، فرزندان ایرانی، ایران پاک خود را مانند جان می‌دانی. برای آبادی کشور عزیزمون ایران همه با هم یه هورا. هورا. به 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 به. خب الان همین تصویری که پخش شد مال نمیدونم چه سالی، میگم واقعا آفرین. مال 75. 75. الان دو تا از دختر خانمایی که توی این تصویر بودن صاحب بچه هستن و ازدواج کردن و خودشون با بچه‌هاشون دوباره اومدن پیش من کار کردن. بچه‌هاشون به عنوان مهمان بودن. خیلی خاطره انگیز بود. دستتون درد نکنه. خواهش می‌کنم.